به دنبال تحریم های جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی رویترز گزارش داد یک سال پس از سرکوب مرگبار تظاهرات ضد حکومتی توسط رژیم ایران آمریکا با اعمال تحریم های فراگیری علیه رژیم بنیادی را که توسط علی خامنه ای ولی فقیه کنترل می شود در لیست سیاه قرار داد وزارت خزانه آمریکا در بیانیه خود خامنه ای را به استفاده از دارایی های این بنیاد یعنی بنیاد مستضعفان برای ثروتمند کردن وابستگان به دفترش و پول دادن به همپیمانان سیاسیش در منطقه و یا سرکوب داخلی متهم کرد. استیو منوچین وزیر خزانهداری در بیانیه خود گفت آمریکا به هدف قرار دادن مقامات رسمی کلیدی و منابع تولید درآمد که به رژیم ایران فرصت می دهد سرکوب علیه مردم ایران را دنبال کند ادامه می دهد. رویترز افزود سرکوب 2019 احتمالا خونین ترین سرکوب تظاهر کنندگان در ایران از زمان انقلاب سال 1979-1357 است. 1500 تن از مردم در جریان کمتر از دو هفته ناآرامی هایی که در 15 نوامبر 2019 آغاز شد کشته شدند.